لیگ برتر از هفته 21 هست، دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت فوق العاده بالای برخورده است. یک شوت از راه دور و توی دروازه در همین ابتدای کار، شوت سنگین و محکم بازیکن تیم ملوان در همین ابتدای کار دروازه تیم استقلال رو باز میکنه. یک گل غافلگیر کننده بود برای بازیکن تیم ملوان. نوری یک ضربه و توی دروازه پژمان نوری این بار برای دوم بار در دقیقه 10 دروازه تیم عبدالله ویسی را باز میکنه. عبدالهادی خنیفر ارسال به روی دروازه، یک ضربه سر و با اختلاف اندک توپ به بیرون میره، ارسال بلند، یک ضربه و خیلی خوب ضربه زد کولیبالی. ارسال بلند نوری، خود نوری به دنبال این هست که نقطه پنالتی رو اعلام کنه داور و این کار هم انجام میشه. خیلی حرفه‌ای عمل کرد پژمان نوری و مشخص بود که به دنبال این هست که داور رو مجاب کنه که نقطه پنالتی رو نشان بده. حالا صحبت میکنه کاردوس و کاپیتان خنیفر با آقای فقانی و یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید که چگونه این اتفاق حادث شد. کاپیتان خنیفر، فرزاد حاتمی بازیکن 29 ساله تیم ملوان، برای اینکه سوم گل ملوان و دوم گل خودش رو به ثمر برسونه در مقابل سومیلیا دیاکیته. با سوتای فقانی ضربش رو حالا میزنه و میگیره دیاکیته با خون سردی و به راحتی هرچه تمامتر. خود مومنی ارسالش رو به تیر دو انجام میده، یک ضربه و با ضربه سر مدافع پیش تاخته تیم استقلال خوزستان یعنی محمد طیبی توپ به بیرون میره. مجیدی یه ضربه سر و توی دروازه. چقدر زیبا سید مهدی سید صالحی دروازه تیم ملوان رو باز کرد. اینجا دیگه تجربه به کار استقلال خوزستان اومد. ملاحظه بفرمایید ارسال میثم مجیدی، یک ضربه سر بر و از فراز دستان سید حسین حسینی که دروازه تیم ملوان باز میشه و اختلاف به عدد 1 میرسه. با سوت آقای فقانی باید و احتمال به توب ضربه خواهد زد، ضربهش رو مستقیم میزنه و سید حسین حسینی توب لو میره. حالا ضد حمله میشه به سود بازیکن استقلال خوزستان، یک ضربه و خیلی صحنه خطرناکی بود که بر روی دروازه ملوان حادث شد. بازیکن تیم ملوان فرصت هست پشت محوطه جریمه، نوری و خوب میگیره دیاکیته. مومنی برای سید صالحی، خود سید صالحی، یک ضربه و این بار دیگه سید حسین حسینی به خوبی صد در واقع توپ میکنه و توپ رو به آغوش میکشه. سید صالحی حالا فرصت هست برای میثم باو، خود میثم باو برای مومنی، یک ارسال، فرصتی هست برای مهاجمین استقلال خوزستان که به راحتی از دست رفت. ارسال کولیبالی، حالا یک بار دیگه بازیکن تیم استقلال خوزستان پشت محوطه جریمه، یک ضربه، ببینن که این توپ چیکار خواهد کرد. مهدی مومنی میلیمتری دروازه رو کج دید در یک ضد حمله. حالا فرصت هست برای بازیکن تیم ملوان، مهیا میشه باز هم برای ملوانی ها و گل توی دروازه. حاتمی، این چهره برای سومین بار دروازه تیم استقلال خوزستان رو باز میکنه ملوان، دو بار حاتمی و یک بار نوری.
این گونه زنده گل اول این دیدار موفق میشه که برای بار دوم دروازه استقلال خوزستان رو باز کنه. مستقیم قصد چارچوب خواهد زد یا خیر، ضربش رو میزنه و باز هم در دو ضرب و این بار توپ به کورنر میره. نوری ارسال بلندش رو انجام میده، برگشت میدن مدافعین، یک ضربه محکم و در واقع راه دور بود که توسط محمد آبشک از بالای دروازه دیاکیته به بیرون رفت. لامین دیاوارا حالا فرصت هست برای باو و این بار دیگه سید حسین حسینی توپ رو به آغوش میکشه.